روایت شکنجه سفید در بازجویی از زنان زندانی، سند تازه‌ای از نقض حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران، کتاب گفتگوهای نرگس محمدی با 12 زندانی زن منتشر شد. در این 60 دقیقه از میهمانان برنامه درباره چند و چون و اهمیت این روایت ها میپرسیم و اینکه چطور میتوان برای قربانیان شکنجه سفید دادخواهی کرد. همچنین در برنامه امشب محمد داره گوش میخواد، گوشیمو خراب بود، به صدا میرسون نه عکس میگرفت هیچی نمیگرفتی. معلم شم گفت صدا برسون عکس بفرستی. 11 ساله بود و اهل بندر دیره بوشهر. مادرش میگوید به خاطر نداشتن گوشی هوشمند برای درس خواندن در شبکه شاد خودکشی کرد. اداره آموزش و پرورش انکار میکند. یک کتاز کارزار بیرقیب، ابقای امام علی رحمان برای پنجمین بار در مقام رئیس جمهوری. کمیسیون انتخابات تاجیکستان میگوید بیش از 90% آرا به نام او بود. بیا بگذران به مقدم این، به باغ سینه فرش آرزو و امید، به گل بگو خوش آمدی. و صدای جاودانه در تاریخ موسیقی ایران، از خاموشی مرزی 10 سال گذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک زندانی زن که از مدافعان حقوق بشر در ایران شناخته می شود کتابی تکان دهنده منتشر کرده، کتابی که در مدت 8.5 سال و پشت میله های زندان نوشته شده. روایت دست اول از شکنجه های روحی و توهین های جنسی. کتاب شکنجه سفید نوشته نرگس محمدی شهادت های 12 زن را گرد آورده که توصیفی از تلاش بازجوهای عمدتاً مرد است برای خرد کردن بیرحمانه زندانیان زن. زنانی که عمدتاً با اتهام‌های سیاسی، امنیتی و یا عقیدتی سر از زندان‌های مخوف و بدنام درآوردند. علاوه بر چهره‌های شناخته شده مثل نازنین زاغری، آتنا دائمی، ریحانه طباطبایی و هنگامه شهیدی، افرادی گمنام هم چشمدیدهای خود را از رفتاری گفتند که در بهترین حالت می‌توان به آن نام شگرت‌های غیر انسانی و حقه‌های کثیف داد. با یکی از راویان این کتاب حرف می‌زنیم و از یک میهمان درباره اهمیت این کتاب می‌پرسیم. اول همکارم مریم افشنگ اینجاست. مریم، درباره روایت‌های این کتاب بگو. جمال، همونطور که گفتی روایت‌های هولناک و تکان دهنده است. از روایت‌های دست اول خانم محمدی که در زندان تونسته با این افراد مصاحبه کنه. خانم مثلا هنگامه شهیدی توضیح میده که یکی از باجوها وانمود میکرده که عاشق شده و بهش وعده میده که اگر رضایت بده باهاش ازدواج بکنه این پرونده برای ابد بسته میشه. خانم شهیدی در این کتاب توضیح داره میده که به اتاقی میبرنش که طناب دار آویزون بوده و چون بارها هم تهدید کرده بودن که اعدامش میکنن و اونجا بهش میگن که باید اعتراف بکنی که با MI6 کار میکردی و رابطه نامشروع با آقایان خاتمی و روبی داشتی. اگر این اعترافات رو نکنی اعدامت خواهیم کرد. تعریف روایت هایی هست از نازنین زاغری در زندان کرمان که امکان حمام رفتن نداشته، تشت و کاسه می دادن در محیط بسیار کثیف که بوی تعفن می داده. بعد میگه که بعضی وقتها یه بازجوی بوده که باش مهربونی می کرده، خوراکی و نسکافه براش می داده، سوالات نامربوط ازش می کرده در مورد سایت ها و ویب سایت های جنسی و اشاره میکنه به این که در ساختمانی میبرنش که نهار مفصلی میذارن که میخواستن ازش فیلم بگیرن که شرایطش خیلی خوبه، که راضی نمیشه نهار بخوره. روایت تکان دهنده از نیگارا افشارزاده هست، شهروند ترکمنستان که به اتهام جاسوسی در مشهد به 5 سال زندان محکوم شده. میگه که بارها ازش خواستن روابط جنسیش رو با جزئیات توضیح بده. میگه بازجو دستمال دماغش رو میگیره و پرت میکنه روی میز، میگه زنها مثل این دستمال هستن، استفاده میکنی و میزن بیرون. و روایت تکون دهنده دیگه که میگه عکس بچه‌مو آوردن، گفتن بچه‌ت کلیه‌اش داره از کار میفته و یک چیز سفیدی روی عکس بود و مجبورش کردن که روی عکس بچه‌اش بنویسه بدبخت.
تکاندهنده است. روایت های دیگه هم هست در این کتاب، ولی موارد مشابه قبلا گفته شده. از این زاویه اهمیت این روایت ها در چیه؟ اهمیت این روایت ها اینه که هرچی این روایت ها بیشتر گفته بشه، اونم این روایت، روایت دست اول از کسی هست که خودش 8.5 سال در زندان بوده، با زنانی صحبت کرده که با اینها در هر صورت در یک دوره زندگی کرده. و مثلا همونطوری که اگه یادتون باشه، مثلا نیلوفر بیانی نامه نوشت و توضیح داد از 1200 ساعت بازجویی توسط سپاه و فشارهایی که بهش اومده. این فشارها، این تهدید به اعدام در زندان، تهدید خانواده، بازداشت خانواده و تهدیدهایی که زندانی و بازداشت شده مدام باهاش مواجهه، فقط برای گرفتن اعترافه. اعترافاتی که قاعدتا جمهوری اسلامی بیشتر برای راضی کردن طرفدارانش میگیره که توجیه بکنه برای چی این افراد بازداشت شدن. شاید این اعترافا کمکی بکنه که کسانی که در واقع اون روایت رو باور میکنن بدونن پشت این اعترافات چه گذشته به زندانی ها. ممنونم از همکارم مریم افشنگ. اما آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند از لندن با ما هستند. البته گفتگوی با ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار هم خواهیم داشت که روایت‌های خانم طباطبایی در همین کتاب اومده. بد نیست که من سوال اول رو از خانم طباطبایی بپرسم. خانم طباطبایی، در مورد تجربه خودتون بگید. سلام، وقتتون بخیر. واقعیتش تجربه من تجربه خیلی وحشتناک و ترسناکی نبود، یعنی خیلی با من بدرفتاری بخواد بشه یا رفتار توهین‌آمیزی بخواد بشه صورت نگرفت، توی کتابم توضیح دادم. ولی فرادی بود دیگه، یعنی هر چقدرم رفتار اونجا محترمانه باشه، خوش رفتاری بشه، حتی اگه بهترین غذاها رو هم بدن انفرادیه، فرقی نمیکنه. بزرگترین تجربه‌ای که به نظر من آدمون تو کسب میکنه اینه که یک در همیشه بدون اینکه خودت در موردش تصمیم گیر باشی یا اختیار داشته باشی رود بسته. این فکرم برای من همیشه یک ذهنیت خیلی ترسناک و ترسناک، نه که بگم میترسم از انفرادی رفتن، یک ذهنیت تقریبا کابوستوری از یک در بسته ایجاد کرده که هیچ وقت هیچ کلیدی نداری که تو خودت بتونی با اختیار خودت بازش بکنی. یه وقتایی من فکر میکنم اگه آتش سوزی صورت بگیره یا یک اتفاقی بیفته چه بلایی سر من میاد تو این اتاقی که در بسته است. یا یکی از موارد دیگه ای که آدم میتونه به عنوان یک تجربه در انفرادی کسب بکنه، بیخبری مطلقت از جهان خارجه، یعنی نمیدونی پدرت، مادرت، خانوادت، اطرافیان چطور هستن. البته من خودم توی انفرادی اولم خصوصا خیلی تلاش کردم که آدمهایی که بیرون هستن رو از ذهنم پاک بکنم، یعنی دم در ورودی زندان اوین با خودم این قرار رو گذاشتم که دیگه هیچ کسی رو بیرون ندارم تا کمتر تحت تاثیر قرار بگیرم. ولی گاهی وقتا یه چیزی که از برادرت میگن یا از خانوادت میگن یا حالا احساس میکنی ممکنه اونها در ناراحتی قرار بگیرن، میتونه اون تو سخت باشه برای آدم. و مثلا ساعتهای طولانی که آدم، مثلا انفرادی دوم من چندین و چند روز پشت سر هم رها میشدم تو انفرادی و فقط برای دستشویی میتونستم برم بیرون یا هواخوری. از 27 روز من 3 جلسه بازجویی داشتم. خب این انگار که مثلا این دیوارایی که دورتو گرفتن و اون دری که همیشه بسته است و اون قطع ارتباطی که با یک جهان خیلی میتونه، این نیستش که شلاق و شکنجه و اینها، اتفاقا یک مشخصهای دیگه ای داره که خیلی بیشتر از اینا میتونه آزار بده. شما در همین کتاب هم از تجربه انفرادی گفتید و گفتید که بسیار براتون آزاردهنده بوده. خیلی از خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم که قبلا تجربه زندان داشتن، از زندان انفرادی به عنوان بدترین نوع شکنجه خودشون یاد کردند. کسی بود که اون رو به عنوان مسئول بشناسید، بگید که این فردی بود که باعث شد من در این مدت، در این دوره مجبور بشم که پشت میله های زندان از نوع انفرادیش قرار بگیرم؟ نه، یعنی جا
جز اون فرد، فردی که مسئول بازداشت و بازجوییه و این پرونده رو تشکیل میده، کس دیگه ای نمیتونه مقصر باشه، چون این یک راه و یک اراده ای هست که آدم خودش برگزیده. بالاخره من سال 88-89 فکر میکنم راه جنبش سبز رو برگزیدم. و خب سمباری و فعالیت سیاسی که انتخاب متاسفانه ارتباط ما با خانم طباطبایی با مشکل همراه آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند از لندن با ما هستن. خانم طباطبایی البته از جمله افرادی بودند که گفتند تجربهشون شاید مشابه خیلی از موارد دیگه‌ای که در این کتاب عنوان شده نبوده. خانم پورزند، گفتگو با 12 نفره، بعضیاش بسیار تکان دهنده است. شکنجه‌ای که از اون تحت عنوان شکنجه سفید یاد شده چقدر عمومیت داره؟ بله، خب در حوزه کاری من متاسفانه ما هر روز از همچین روایت‌هایی میشنویم در مورد زندانیان سیاسی، و میتونم بگم که واقعیتش اینه که عمومیت داره وقتی که به خصوص در مورد زندانیان سیاسی حرف میزنیم، و به خصوص مثلا مسائلی که خانم طباطبایی مطرح کردن به خصوص در مرحله تحقیق، که خب زندانیان سیاسی در واقع ایزوله هستند، در انفرادی به سر میبرند، اغلب بیخبری کامل از خانواده هاشون و بالعکس، و اغلب اوقات هیچ شاهدی نیست که نظارگر این مسائل و مصائبی باشه که برای این افراد به وجود میاد، و اغلب اوقات وکیلی وجود نداره، و به خصوص اون وقتایی که میدونن که قرار اون فرد تحت فشار خیلی زیادی قرار بگیره، حالا چه فیزیکی چه روحی، مطمئن میشن که شاهد یا وکیلی وجود نداشته باشه. و بنابراین با اینکه خود شکنجه در قوانین ایران در واقع قانونی حساب نمیشه، اما سیستم دادرسی کشور و قضایی کشور به نوعی تنظیم شده که شکایت کردن در عمل در اجرا غیر ممکن میشه، برای اینکه خب خیلی وقت اصلا وکالتنامه امضا نشده که وکیلی بیاد و حرفی بزنه، یعنی وکیل در مراحل بعدی وارد موضوع میشه که خب این برخلاف قوانین حقوق بشری بین المللی هستش، مگر اینکه خود زندانیش بتونه در واقع حالا به هر طریقی شجاعت خاصی به خرج بده و بتونه صداشو به بیرون از زندان برسونه، حالا به صورت معجزه‌آسایی با خانواده‌اش بتونه در تماسش خانواده‌اش تصمیم بگیرن این کار بکنن، که خب باز اون هم چیز اصلا یعنی کار آسونی نیست، و ممکنه در بعضی وقت شرایط خاص این شرایط زندانی رو بدتر بکنه، و خیلی وقتا هم که دیدیم همینطوری که هر روز میشنویم تقریبا هم خود زندانی ها و هم خانواده هاشون تهدید میشن که حتی اگه اسم شکنجه رو بیارن مثلا حکم سنگین تری میگیرن یا شرایط سختشون سختتر میشه. بنابراین به نظر من عمومیت داره در تجربه من، و متاسفانه راه های قانونی مشخصی وجود نداره در عمل برای شکایت بهش. خانم طباطبایی، ما وقتی که توضیح میدادید ارتباطمون قطع شد، بفرمایید نکتتون رو کامل بکنید. داشتید میگفتید که در اعتراضات جنبش سبز شرکت داشتید و بعد دستگیر شدید. بله، من یعنی گفتم من وقتی مثلا حضور در جنبش سبز و کار روزنامه نگاری رو انتخاب کردم، میدونم که بالاخره چه مخاطراتی اینجا باهاش همراهه، برای همین نمیتونم کسی رو از اطرافیان خودم یا خانواده یا دوستان مقصر بدونم که من رفتم زندان. تنها مقصر واقعیش کسیه که انتقادها، نقدها، حرفها و اون کاری که ما حالا اون یعنی در واقع اون هدفی که ما داشتیم برای اصلاح و می نوشتیم و اینها رو بهش وقعی نمی نهاد، اونها رو خطر احساس می کرد، تهدید احساس می کرد، و خب بازداشت می کرد و بازجویی می کرد با تصورات و گزارش های غلطی که خودشون برای خودشون به وجود آورده بودن.
خانم طباطبایی، در این کتاب روایت های تکان دهنده ای ارائه شده. شما خودتون اشاره کردید که خب به مدتی در انفرادی بودید، ولی خب حدودا یک سال شما در بازداشت بودید اگر اشتباه نکنم، یک سال زندانی بودید. در مورد بقیه چی؟ زنان دیگه ای که گرفتار بودند؟ خب من بخشی از این خاطراتی که توی این کتاب هست و ازشون شنیدم و واقعا ناراحت کننده است. یعنی من روایت خودم و این مدت انفرادی که دوباری که بودم و واقعا در حدی نمیدونستم که بخواد توی این کتاب بیاد، چون یه 36 روز بود، یک 27 روز بود. توی کتابم گفتم با من هیچ رفتار بدی صورت نگرفت، رفتار فیزیکی یا حتی توهین‌آمیز، ولی اون چیزی که دیگر خانوم‌ها تعریف می‌کردن که خب من خیلی از شبها پای حرفای اونها میشستم، خاطراتی تعریف میکن، چیزی پیش میومد واقعا قابل توصیف نیست. چه حالا بعضی از این خاطرات که مربوط به دهه 60 هستش، چه خاطراتی که مربوط به خانم شهریایی هستش در زندان مشهد، که واقعا شنیدن اونها خیلی متاثر کننده و متاسف کننده بود. اتفاقاتی که بر اونها گذشته بود، شرایط انفرادی که داشتن، کارهایی که باهاشون صورت میگرفت، خب مصداق کامل شکنجه است. هرچند که انفرادی خودش شکنجه است، اما رفتارهایی که صورت میگیره، تهدیدهایی که صورت میگیره، صدای شلاق خوردنهایی که میشنیدن و مجموعه اینها خب خیلی بد. خانم پورزند، اشاره کردید که راهی وجود نداره که زندانی اگه باش بدرفتاری صورت گرفت، انواع شکنجه خصوصا شکنجه سفید، اون رو پیگیری بکنه. ولی آیا شده که هیچ وقت بازجویی در این زمینه مورد مؤاخذه قرار بگیره، به خاطر اینکه همونطور که خانم طباطبایی اشاره کردن، ادعاهایی در این زمینه حتی از دهه 60 وجود داشته؟ بله، اولا که من فقط یه توضیح بدم، من منظورم این هستش که وقتی میگم راهی وجود نداره، میگم حتی وقتی در قوانین ایران ممکنه که یه راهی وجود داشته باشه، ولی همون در همون مرحله که وکیل رو راه نمیدن، از همونجا این در واقع این راههایی که حتی به صورت خیلی حداقلی ممکنه وجود داشته باشه، غیر قابل اجرا میشه. این یک. در مورد بازجو، تا اونجایی که من میدونم چنین در واقع چیزی نبوده که مثلا بازجویی رو بیان و بگن که این مثلا این آدم کار خلافی کرده در مورد یک زندانی سیاسی و در واقع حالا به هر روشی توبیخش کنن و یا از کار برکنارش کنن یا اینها. حالا اینکه اگر درون خودشون و در واقع سیاستکاری های خودشون به یک دلیلی مثلا یک قاضی یا یک بازجو رو خواستن که برکنار کنن به دلایل سیاسی خودشون و بازی های سیاسی خودشون، به نظر من اون متفاوته از اینکه به دلیل بدرفتاری با یک زندانی سیاسی یک بازجو یا یک قاضی از کار برکنار شده یا تذکر گرفته. بنابراین میگم در تجربه من و در دانش من همچین چیزی وجود نداشته تا حالا، مگر اینکه پشت صحنه بوده یا به دلیل بازی‌های سیاسی که بی ربطه به مسائل حقوق بشر. خانم طباطبایی، خیلی کوتاه اگه بگید ممنون میشم. شما اشاره کردید که خب در انفرادی بودید، آیا بعد از بیرون اومدن از زندان مشکلی نداشتید؟ منظورم اینه که نه. مشکل روانی و پیامدهای ببینید های. یک سری مشکلات همیشه با آدم میمونه. من هنوزم خیلی از خوابهایی که میبینم، خوابی این که تو زندانم، تو انفرادیم، یا اینکه اومدن پشت در خونم، یعنی اصلا اون از بازداشته یک حالت فوبیایی برای آدم ایجاد میکنه ناخودآگاه، از زنگ در خونه که اگر بی وقت زده بشه شما ناگهان از جا میپرید، صدایی تا صدای آسانسوری حتی در نصف شب، تا حتی خوابهای شبانه‌ای که میبینی، اینها هست. ولی مشکل جدی که من بخوام به دکتر مال به وجود بیاد، نه، من تونستم تا یه حدودی باش کنار بیام. و خانم پورزان خیلی کوتاه لطفا، وقتمون خیلی کمه، بیرون از ایران چه کاری میشه کرد برای کسانی که در زندان مورد شکنجه سفید واقع شدن؟ کوتاه لطفا.
بله، به هر حال باید صدای زندانیان سیاسی باشیم در مواردی که مثل کتاب خانم نرگس محمدی این شجاعت رو به خرج دادن این زنان و داستانشون رو از خود زندانی از ایران گفتن. باید در واقع با استناد به روایت‌های خودشون با سعی کنیم که این داستان‌ها رو به گوش سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه برسونیم که در واقع دنیا بدونه و مثلا اگه قراره که با ایران مذاکره‌ای داشته باشن در روابط دیپلماتیکشون این مسائل رو مطرح کنن و به عنوان شرط مطرح بکنن که وضعیت زندانیان سیاسی بهتر بشه. بنابراین به نظر من بعد با استناد به روایت‌هایی که میدونیم و بعد اینو توضیح بدیم و بعد به روند اینکه این عمومیت داشتنش هم بپردازیم. ممنونم از آزاده پورزند، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر بنیاد سیامک پورزند از لندن، و همینطور ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار از تهران. مادر محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله اهل بندر دیر در بوشهر، میگوید که فرزندش به خاطر نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه آموزشی دانش آموز یا شاد خودکشی کرده. او به خبرگزاری رکنا گفته مدیر مدرسه چند بار وعده داده بود که میخواهد به 3 دانش آموز گوشی بدهد، اما گوشی در کار نبود و همین باعث خودکشی او شد. این در حالی است که اداره آموزش و پرورش با انتشار تکذیبیه‌ای گفته که مدیر مدرسه به او گوشی را داده بود. کاوه مشکات گزارش میدهد. خودشو بابند آویزون پنجره کرده بود، باشکی بیستایی ناره بود، زیر پاش خودش کشته بود. محمد 11 سال داشت و اهل اینجا بود، بندر دیر در بوشهر. خانواده‌اش میگویند علت خودکشی نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه آموزشی دانش آموزی یا شاد بوده. محمد داره گوشی میخواست، گوشی مو خراب بود، به صدا میرسون، یه عکس میگرفت، یه چی نمیگرفت. معلم شم گفت صدا برسون، عکس بفرسی. گفت معلمش، اداره آموزش و پرورش در واکنش به خبر خودکشی او گفته مدیر مدرسه به محمد گوشی داده بوده. چیزی که در رسانه ها اومده بود، خبری که مبنی بر اینکه دانش آموز علت درگذشتش و علت از بین رفتنش رو گوشی تلفن همراه و آموزش دونسته بود، اینو ما اکیداً تکذیب میکنیم، به خاطر اینکه تا روز حادثه، دقیقاً تا چند ساعت قبل از حادثه‌ای که اتفاق افتاده بوده، دانش آموز تو فضای آموزشی به صورت مجازی فعالیت می‌کرده، فضای شاد حضور داشته، تمامی مدارک و مستنداتش موجود هست، وایس‌های دانش آموز موجود هست و ارتباطی که با معلمش داشته موجود هست. همه اینها نشون میده که در واقع دانش آموز به خاطر گوشی نبوده. اما مادرش گفته وعده دادن گوشی به محمد هیچ وقت عملی نشد. قبلش چیزی به من نگاه، گفت مامان خودم بذار نشان کار میکنم، خیلی کار کنی مامان. شدش هم گفت بیا برام زنگی نک دراز کن. گفتم باشه، میرم زنگی نک سب چیزش میارم دراز میکنم. در که امشان میخوام پیشت بخوابم، پیش من خوابید، گل لالایی برام بخونم، سیش هم خواندم، ولی نفهمیدم که به جنبی بفایی با هم میکنه خواهد، نفهمیدم چه جوری شد جریانم. نرگوشی نواردن کالش دارن که بیارن گیرشون اومن پیشون نواردن. مدیرش بی آمون سرارش گفتی درسته تا گوشی درسته تا درسته دو نفر میخوام، ولی نواردن که براش برن. محمد یکی از 3.5 میلیون دانش آموزی بود که خود وزارت آموزش و پرورش میگوید به شبکه شاد دسترسی ندارند و در مناطقی مثل این در سیستان و بلوچستان زندگی میکنند. شبکه‌ای که مدیر کل ارتباطات فناوری این وزارتخانه از براه انداختنش به خود می‌بالد، ولی معلمان و دانش آموزان دل خوشی از کار کردن با آن ندارند. کندی شبکه اینترنت و نداشتن گوشی هوشمند باعث شده در استان‌هایی که زیرساخت اینترنت لازم را ندارند، معلمان و شاگردان مجبور به برگشتن به مدرسه شوند یا از اپلیکیشن‌های دیگری مثل واتساپ استفاده کنند. اما وزیر ارتباطات ایران میگوید که شبکه اینترنت ظرفیت لازم را دارد و این موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند و پهنای باند چالش این برنامه نیست.
5,100,000 نفر استفاده مستمر دارند و متوسط استفاده از اپلیکیشن شاد برای هر کاربر حدود 150 کیلوبایت بر ثانیه است و این چیزی نیست که شبکه ما را دچار چالش کند. بیش از 7 ماه از راه اندازی شاد می گذرد. مسئولان این شبکه می گویند اشکالاتش را برطرف کردند ولی تکلیف دانش آموزانی مثل محمد که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند چیست؟ در مناطق روستایی دسترسی به اینترنت نیست یا گوشی اندروید ندارن یا در حاشیه شهرها ممکنه بعضی دانش آموزان دسترسی نداشته باشن یا امکان تهیه بسته‌های اینترنتی براشون مقدور نباشه، این دوستان از طریق یا دانش آموزان از طریق آموزش حضوری که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هست بهره مند میشن. وزارت آموزش و پرورش ایران از موفقیت شبکه شاد راضی به نظر میآید و میگوید که نزدیک به 11,165,000 دانش آموز از این اپلیکیشن استفاده میکنند. با وخیم شدن همگیری کرونا در ایران دانش آموزان راهی جز یادگیری از راه دور ندارند. ولی بالا رفتن قیمت موبایل به خصوص در چند ماه اخیر اوضاع را برای دانش آموزان خانواده های کم درآمد سخت و سخت‌تر کرده. حوادثی مثل خودکشی محمد نشان از افزایش فشارهای اقتصادی نه تنها بر پدران و مادران بلکه بر کودکانی دارد که آرزوهای کوچکی دارند. کاوه مشکات، بی بی سی. قاضی ایمی کونی برت در کمیته قضایی سنای آمریکا حاضر شد تا بررسی صلاحیتش برای عضویت در دیوان عالی آمریکا شروع شد. خانم برت در سخنان آغازین خود گفت که مردم آمریکا حق دارند دیوان عالی کشورشان قانون اساسی را آنطور که نوشته شده تفسیر کنند. منتقدان دولت دونالد ترامپ معتقدند که جمهوری خان با انتخاب خانم برت می‌خواهند قوانین کشور را به دیدگاه‌های محافظه‌کارانه خود نزدیک کنند. سام فرزانه خبرنگار ما از ساختمان اداری سنا در کپیتال هیل مقر کنگره با ما. سام، یکی از شخصیت‌های جنجالی شده الان خانم برت، چرا دموکرات‌ها اینقدر مخالف نامزدی ایشون برای حضور در دیوان عالی هستند؟ ببینید، قاضی ها برای اینکه برسن به اون مرحله ای که مثلا نامزد بشن برای دیوان عالی ایالات متحده، اونها شغلای دیگه ای داشتن، مثلا قاضی فدرال بودن یا قاضی مثلا دادگاه های تجدید نظر بودن و توی همه این سالهایی که کار کردن، یا استاد دانشگاه بودن که حالا خانم برت هر دو بوده، توی همه این سالهایی که کار کردن نظرهای خودشون رو درباره مسائل مختلف اعلام کردن و با کنار هم گذاشتن این هاست که دموکرات ها احساس ترس میکنن. اونها یک قاضی لیبرال هم فکر خودشون رو دیدن که فوت کرده و حالا جایگزین او داره قاضی میاد که مثلا در مورد سقط جنین نظر مثبتی نداره، مثلا درباره اینکه دولت ایالات متحده بخواد یک بیمه خدمات درمانی عمومی داشته باشه برای مردم نظر مثبتی نداره، یا مثلا نظر مثبتی نداره در مورد اینکه بخواد قوانین سفت و سختی در آمریکا وضع بشه برای اینکه چه کسانی میتونن مثلا سلاح بخرن، مثلا یه نفر رو ببینن که در گذشته مشکلات روانی یا مشکلات رفتاری داشته یا نداشته. این گذشته رو که دموکرات ها بهش نگاه میکنن دچار وحشت میشن و میگن که نباید به این خانم رای داد و اصلا مناسب نیست اومدن او به دادگاه، به دیوان عالی. از اون طرف جمهوری خواهان ولی چیزی که میگن، نکته‌ای که میگن که در دیوان عالی وقتی که پرونده میرسه به دیوان عالی، یعنی دو طرف دعوا از همه مراحل مختلف گذشتن و حالا دیوان عالی در واقع میخواد بررسی بکنه ببینه که اون قانون یا اون نظری که دادگاه‌های پایین‌تر دادن این چه تطابقی داره با قانون اساسی، و وقتی که این تطابق میخواد بررسی بشه کمتر پیش میاد که افراد بخوان نظر شخصی خودشون رو توی اون دخالت بدن، و برای همین هم سعی کردن که توی صحبت‌های خودشون، سناتورهای جمهوری‌خواهی که توی روز اول صحبت کردن، سعی کردن که توی صحبت‌های خودشون بیشتر در مورد این تاکید بکنن که خانم برت قاضی است که مسائل سیاسی رو وارد کار حرفه‌ای خودش نمی‌کنه. ممنونم از همکارم سام فرزانه در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی با ما.
نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام شد. کمیسیون انتخابات گفته که امام علی رحمان با کسب بیشتر از 90% آرا برای یک دوره 7 ساله دیگر به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شده. این پنجمین بار است که او رئیس جمهوری می شود. احزاب و گروه های مخالف دولت در داخل و خارج کشور انتخابات دیروز را غیر قانونی خوانده و بعضی هم آن را تحریم کرده بودند. سهراب ضیا گزارش می دهد. کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان میزان مشارکت در انتخابات یک روز کشور را بیش از 85% اعلام کرد. به گفته این کمیسیون دیروز در مجموع بیش از 4,200,000 نفر آرای خود را به صندوق های رای ریختند. رئیس کمیسیون گفت که بر اساس نتایج مقدماتی امام علی رحمان بیش از 90% آرای مردم را به خود اختصاص داده است. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی قرار قبول کرد که امام علی رحمان از روی نتیجه پیشکی انتخابات با گرفتن 3,837,927 نفر 92% آواز انتخاب کنندگان در آوازدهی اشتراک کرده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شده حسابیده شود. انتخابات دیروز ششمین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در 29 سالی استقلال این کشور است. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در 7 سال پیش طبق آمار رسمی آقای رحمان بیش از 84% آرای رای دهندگان را به دست آورده و بر 5 نامزد دیگر پیروز شده بود. حزب سوسیال دموکرات تنها حزب مخالف دولت که رسما در داخل تاجیکستان فعال است انتخابات دیروز را تحریم کرده بود. با در نظر داشتی نامکمل بودن نظام قانونگذاری، نابودی برابری شرایط مساعد جهت اشتراک در انتخابات عادلانه آزاد و مطابق به اسناد حقوق بین المللی میان نامزدهای احتمالی و از جمله کفالت امنیت آنها و چون کمیسیه انتخاباتی وابسته به طرز و اصول تشکل آن پرره از رهبریت سیاسی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی وابسته بود، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موافق مقصد دانست که انتخابات را تحریم اعلان کند. در انتخابات یک روز پیش رؤسای 4 حزب سیاسی تاجیکستان هم نامزد شده بودند. همه آنها نتایج انتخابات را قبول دارند. بر اساس نتایج مقدماتی، نامزدهای احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی نسبت به انتخابات 7 سال پیش این بار آرای کمتری گرفتند. آنها محبوبیت نامزدی حزب حاکم در میان مردم را دلیل اصلی ناکامیشان در انتخابات می دانند. پیشوای ملت، محترم پرزیدنت ما بسیار خدمت ها کردند. در دامی زده 27 سال اینقدر آبادی، اینقدر پیشروی. اصلا ما اقتصادیات استواری پیشرو داریم ما. البته من باوری دارم که این سیاست دوام میدهد و ما حزب اصلاحات اقتصادی پورا سیاست راهبر انتخاب شده نو را پورا دستگیری مینماییم. براوند انتخابات 10,000 ولانتیور را جلب کرد. برخی نامزدهای دیگر امید دارند که امام علی رحمان نکات مهمی برنامه های انتخاباتی آنها را تحقق خواهد بخشید. باوری آن را دارم که پرزیدنت نو در مدت 7 سال جهت های مهمترین برنامه های حزب های سیاسی دیگر را که در انتخابات پرزیدنتی شرکت ورزیدند به انابت گرفته برای در عمل تطبیق نمودن آنها جهت های رشد و تکامل حیات من بعدی جمهوری تاجیکستان سهم گذار می باشند. انتظار می رود بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات اخیری ریاست جمهوری تاجیکستان تا اواخر ماه آینده میلادی مراسم تحلیف رئیس تازه جمهوری برگزار شود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان از آلمان با ما هستند. آقای کبیری، امام علی رحمان برنده انتخابات شد. نظرتون چیه؟ خب پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهایی که در خارج هستند و حتی احزابی در داخل، احزاب اپوزیسیون هم این انتخابات را تحریم کردند، غیر قانونی دانستند و ما نتیجه این انتخابات را قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه این انتخابات هم حتی از لحاظ شکلی هم از مخالفت با قانونگذاری عملکننده جمهوری تاجیکستان داشت و از لحاظ محتوا هم
یک انتخابات بدون رقابت بود، زیرا آقای رحمان خودش چند نفر را همچون رقیب خود تعیین کرد و شما الان شاهد بودید گفتگوی چندی از رقبای آقای رحمان را که حتی در دوران معرکه پیش از انتخاباتی هم از آقای رحمان تعریف و تمجید میکردند و مردم را دعوت میکردند که بر رقیب اساسی آنها بر رحمان آواز بدهند. پس این انتخابات نه از لحاظ شکل و نه از لحاظ محتوا هیچ ربطی به انتخابات دموکراتیک و شفاف نداشت و طبیعی است که ملت این را قبول نخواهد کرد. البته ما در آینده بعد از این انتخابات یک رئیس جمهوری عمل کننده خواهیم داشت، اما او مشروعیت مردمی نخواهد. سال هاست که آقای رحمان قدرت رو در دست داره. شما از جمله احزاب منتقد و مخالف بودید، در دوره در پارلمان هم بودید. چه کاری میتونید بکنید؟ الان ما در سه سمت کار خود را ادامه خواهیم داد و باید گفت که این سه سمتی که ما سالهای اخیر همچون اپوزیسیون در خارج شروع کردیم خیلی دارن نتیجه میدن. این سمت دیپلماتیک و سیاسی است، سمت حقوق بشری است و رسانه‌ای. در این دو سه سال اخیر کارهای ما خیلی هم نتیجه دادن و الان یک تغییرات ما در داخل کشور و خصوص در بین قشرهای جوان احساس میکنیم. دیگر محبوبیت رحمان به اون حد پیشین نیست و بیداری مردم تاجیک هم در مقایسه با دو سه سال قبلی خیلی بالا رفته است. من فکر میکنم که اون چیزی که الان مردم مشاهده کرد ما را یک قدمی هم باشد و سقوط نظام با وجود آورده رحمان نزدیکتر کرد. چه شواهدی دارید؟ امام علی رحمان میگه 70% واجدان شرایط رای دهی شرکت کردند، بالای 90% هم به او رای دادن. شواهد شما چیه؟ ببینید، ما نزدیک 5 میلیون افراد واجد شرایط رای در کشور داریم که از اون 2 میلیونش در خارج کشور مثل ما یا کسانی که در روسیه هستند اونا میباشند. و حتی اگر بالفرض تصورم کنیم که 100% کسانی که در داخل کشور بودن نزد صندوق های رای رفتن، این خود یک کمی کمتر از 70% می شود. یقیناً که در همه کشورها این است که 10-20 حتی بعضاً تا 50% مردمی که در داخل کشور هم و انتخابات نمیرن. یعنی اون آماری که خود کمیسیون مرکزی انتخابات یا جناب رحمان ارائه میکنن این یک آمار دروغ است و مردم همه میدونن که نفرانی که به انتخابات رفتن به مراتب شمارهشون از اونی که اعلان شد کمتر بود. شما اشاره کردید که ممکنه خیزشی علیه آقای رحمان باشه یا یک حرکتی از داخل. چه کسی ممکن است که در این قد و قامت و در این حد و اندازه باشه که آقای رحمان رو به چالش بکشه؟ ببینید، بعد از جنگ شهروندی که همگان میدونند ملت تاجیک یکم یک واکسین شد از این همه خیزش ها، انقلاب ها و حادثه های دیگری که در منطقه سابق شوروی ما مشاهده میکنیم. اما این هم نمیتواند بدون اینکه ها باشد و ما میبینیم که نسل جدید روی صحنه دارد میاد که اصلا جنگ شهروندی را یاد ندارد یا با چشم خود ندیده است. با آنها مقتضایات و طلبات خود را دارند، جای کار میخواهند، یک کشور آزاد میخواهند. و حالا تاجیکستان که از جمله 10 کشور سرکوبگرترین جهان شد، ما در جای 8 با کشورهای مثل سوریه و عربستان سعودی قرار گرفتیم، کره شمالی و اینها، و این همه خودش عاقبت های خواهد داشت. حالا خیلی دشوار است بگیم که چه کسی میتواند شخصا آقای رحمان رو به چالش بکشد، اما من فکر میکنم اون طرف اصلیه که آقای رحمان رو به چالش خواهد کشید این خود ملت تاجیک خواهد بود. اون زمان مشخص خواهد شد که کدام نیرو یا کدام شخص مشخصا میتواند آینده کشور رو مدیریت کند. ممنونم از محی الدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در آلمان. یکی از نخست وزیران اسبق استرالیا نبردی دور از انتظار را کلید زده، مقابله قانونی با امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداک. کوین راد از مردم استرالیا خواسته نامه‌ای را امضا کنند که در آن از پارلمان خواسته شده تا یک کمیته تحقیق و تفحص از شرکت رسانه‌ای آقای مرداک تشکیل داد. آقای راد میگوید که روپرت مرداک در استرالیا یک انحصار رسانه‌ای ایجاد کرده که به دموکراسی ضربه می‌زند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. Today I'm speaking to you as a former Prime Minister of Australia, passionate about our country's future. کارزار کوین راد نخست وزیر اسبق استرالیا با این ویدیو آغاز شد. ویدئویی که او در توییترش منتشر کرد و در آن به تندی از یکی از معروف‌ترین قول‌های رسانه‌ای جهان انتقاد کرد. You see, the truth is Murdoch has become a cancer, an arrogant cancer on our democracy.
حقیقت اینه که مرداک به یک سرطان تبدیل شده. سرطان پررویی که دموکراسی ما بهش مبتلا شده. اول اینکه 70% روزنامه‌های استرالیا متعلق به مرداکه. تو ایالت من کوینزلند که معمولاً تو نتیجه انتخابات فدرال هم خیلی تأثیر داره، مرداک صاحب همه روزنامه هاست. نکته دوم اینکه مرداک در 18 انتخابات فدرال اخیر به شکل شرارتباری به نفع حزب لیبرال و علیه حزب کارگر استرالیا تبلیغ کرد. ابتکار آقای راد یک دادخواست عمومی یا تومار است که در وبسایت پارلمان استرالیا ایجاد کرده. دادخواستی که در فاصله کوتاهی بیش از 70,000 نفر آن را امضا کردند. البته پارلمان استرالیا در هیچ صورتی موظف نیست که به تومارها جواب بدهد یا آنها را لزوماً بررسی کند. در حال حاضر اسکات موریسون که نخست وزیر استرالیا است، خودش عضو حزب لیبرال است، یعنی همان حزبی که کوین راد میگوید از حمایت همه جانبه روبرت مرداک برخوردار است. آقای مرداک سال هاست که در آمریکا زندگی می کند و شهروند این کشور است، اما امپراتوری رسانه او عملا ابعادی جهانی دارد. امپراتوری قدرتمندی که از اینجا آغاز شد، روزنامه نیوز، یک نشریه کوچک که در شهر آدلاید استرالیا منتشر می شد و متعلق به پدر روبرت مرداک بود. بعد از مرگ پدر، او در سال 1952 مالک این روزنامه محلی شد و سنگ بنای کسب و کاری را گذاشت که ظرف نیم قرن به یکی از ثروتمندترین، پولسازترین و قدرتمندترین نهادهای خصوصی دنیای رسانه تبدیل شد. شرکت نیوز کورپ. در حال حاضر دفتر مرکزی نیوز کورپ در آمریکا قرار دارد. شرکتی چند میلیارد دلاری که سرمایه گذاری قابل توجهی در رسانه‌های گروهی دارد. از شبکه خبری فاکس و روزنامه وال استریت جورنال گرفته تا تولید فیلم‌های سینمایی و نشریات زرد. و البته برای مردی که کسب و کارش را با روزنامه‌های چاپی آغاز کرده، این نوع رسانه همیشه جایگاهی ویژه دارد و تصاحب روزنامه‌های مختلف توسط او به روزنامه مهم و معروف وال استریت جورنال خلاصه نمی‌شود. او در بریتانیا مالک روزنامه‌های پرفروشی مانند سان و تایمز است و در استرالیا نیز روزنامه‌های سراسری و مهمی مانند استرالیان، دیلی تلگراف و ساندی تلگراف، در کنار ده‌ها روزنامه دیگر که تعدادشان حدود 150 نشریه تخمین زده می‌شود. علاوه بر همه اینها، بخش قابل توجهی از قدرت رسانه‌ای روبرت مرداک از تلویزیون‌های خبری می‌آید. این شبکه اسکای استرالیا است، از جمله شبکه‌های متعلق به نیوز کورپ استرالیا که البته ید طولایی در حمایت همه جانبه از دست راستی‌های این کشور دارد. کوین راد که حالا یک سیاستمدار بازنشسته محسوب می‌شود، در مقابله با انحصار رسانه‌ای روبرت مرداک و همفکرانش بخت قابل توجهی ندارد، اما انتقادی را مطرح کرده که شنوندگان بسیاری دارد، شنوندگانی که همگیشان لزوماً در استرالیا زندگی نمی‌کنند، اما انحصار رسانه‌ای روبرت مرداک مایه نگرانیشان است. کیوان حسینی، بی بی سی. هر فارسی زبانی در هر جای دنیا نه تنها نام شاهنامه رو شنیده، بلکه با بعضی از شخصیت‌ها و داستان‌های اون هم آشناست، از رستم و سهراب تا زال و رودابه و ضحاک و کاوه. ردپای این اثر رو میشه در جای جای فرهنگ و هنر سنتی و مدرن ایران هم دید. حالا احمد بارکی‌زاده، هنرمند ایرانی در برلین، تلاش کرده روایتی تازه از داستان و شخصیت‌های شاهنامه ارائه کنه و جنبه‌های کمتر شناخته شده اون رو به تصویر بکشه. مریم انصاری با این هنرمند و با جلال خالقی مطلق، یکی از مشهورترین مصححان و پژوهشگران شاهنامه، گفتگو کرد. تاریخ باستان و سرنوشت دیروز و امروز ایرانیان خود را در داستان‌ها و حماسه‌های شاهنامه باز می‌یابند. اثری که نقشی کلیدی در هویت فرهنگی مردمان این سرزمین داشته و رسم روزگار به آنان نشان داده. احمد بارکی‌زاده، هنرمند ساکن برلین، می‌گوید شاهنامه پر است از شخصیت‌ها و حوادثی که یا به تصویر کشیده نشدند یا به زبانی پرتکلف و کلیشه‌ای روایت شدند. شاهنامه خیلی
کوچه پس کوچه داره، خیلی جزئیات داره. هنوز احساس میشه که به یک زبان جدید برای گویش شاهنامه، گویش تصویری شاهنامه احتیاج هست. اگر این عادت بشه که ما از صحنه‌های ادبیات خودمون به صورت جدید، به صورت مدرن امروزی نقاشی و تندیس درست بکنیم، خیلی خوبه، خیلی چیز زیبایی است. کاری که ما خیلی کم انجام داریم، در غرب زیاد انجام شده. بهتره ما با هنر نقاشی مدرن، با تندیسکاری مدرن شخصیت‌های ادبی خودمون رو نمایش بدیم و این کارها هنوز جاش خالیه در ایران. اینی که کار آقای بارکزاده از این جهت اهمیت داره که به موضوعات شاهنامه میپردازه. فردوسی شخصیت‌های شاهنامه، زنان، مردان و قهرمانانش را با صفات پسندیده و پلیدشان به روایت کشیده. آنها هم حماسی‌اند، هم زمینی و در میان ما. یکی از ویژگی‌های شاهنامه تفاوت شخصیت هاست. یعنی اینکه هر فردی منش و شخصیت خاص خودشو داره، یعنی الگو نیستن. در ادبیات ما بیشتر مرد و زن الگو هستن، از روی یه پیش الگو ساخته میشن، یه صفات اخلاقی خاصی دارن، همشون اونطور هستن. این جور زن خوبه، این زن بده، این مرد خوبه، این مرد بده. در حالی که در شاهنامه شاعر یا مأخذ شاعر منش پردازی کرده، یعنی شخصیت سازی کرده، هر کسی فردیت خودشو داره. ایرج، پادشاه ایران شهر که به دست برادرانش کشته می شود، پشت پرده، دور از چشم بقیه. چارپایه تو سرش خورده می شه و بعد با ضربات خنجر اون رو می کشن. این المنت ها، پرده، خنجر و چارپایه، اینا هر کدومیشون هم به خودی خودشون یه سری مفاهیم سمبولیک دارن. من یک نوار چشم هست، هزاران چشم، ایرج رو توی خلوت میکشن که کسی ندونه، ولی همه میفهمن اون چیزی که دیده شد. شخصیت ایرج رو من به صورت هموفرودیت کار کردم، زن و مرد، هم زن هم مرده. شما روی زنهای شاهنامه خیلی تاکید دارید و تو کاراتون هم خیلی برجسته هستن این زنها. شخصیتهای زن شاهنامه بسیار تاثیرگذار بودن تو خود داستانهای شاهنامه، بعد اینا اومدن توی تصویرگری های شاهنامه حذف شدن. تصویرگری های شاهنامه خیلی مردونه است. در شاهنامه خیلی مهمه که به زنان نقش داده شده، اونا وارد جامعه شدن، وارد میدان شدن، در حالی که در آثار دیگه ادب فارسی اصلا به زنان توجهی نمیشه. در ویس و رامین و شاهنامه که مأخذشون آثار کهن پیش از اسلام بوده، میبینیم یک خودآگاهی در زنان وجود داره. گذر سیاوش از آتش. فرمای اون آتشی که در رابطه با سیاوش در آتش کار شده، اینا در واقع یه سری کارهای فولادکاری، آهنکاری هست که توی مراسم عزاداری تو ایران استفاده میشه به عنوان یک سری علم. این المان رو من اومدم خودش فرم آتش رو آنالیز کردم و با استفاده از این ایده اونها رو به صورت ریتمیک درآوردم و به حساب به صورت یک سمبل آتش درآوردم که اینا کنار هم گذاشته میشن. افسانه ضحاک. جمشید به شمشیر ضحاک دو نیم شده. در تصویرگری کاوه و فریدون تنها از نشانها، یعنی پیشبند کاوه و گرز فریدون استفاده شده. ببینید، چهار چهره داریم ما. خواهران جمشید که در قصر ضحاک هستن و پسران کاوه. باز دوباره اومدم اینا رو من هموفرودیت کار کردم. معلوم نیست کدومشون دختره، کدومشون پسره.
توی شاهنامه میگه مغز جوانان رو خورد، ولی نگفت مرد بودن یا زن بودن. زنان و مردانی که در این رابطه کشته شدن یا حبس شدن، تو حبس ضحاک بود. حماسه های تراژیک شاهنامه پر است از صحنه های بی‌نظیری از صفات گرانمایه انسانی، عشق و فداکاری یا حسد و طمع و نفرت. احمد بارکی‌زاده میگوید برای خلق هنری داستان‌ها و شخصیت‌های شاهنامه فراتر از کلیشه‌ها، جبرها و ایدئال‌سازی‌های رایج هنوز راه طولانی پیش روست. مریم انصاری، برلین. امروز دهمین سالگرد درگذشت مرضیه یکی از مشهورترین خوانندگان معاصر ایران است. او در دهه 20 خورشیدی فعالیت هنری خودش را زیر نظر اسماعیل مهرتاش شروع کرد و بعد از آموزه های عبدالله دوامی برای شناخت ردیف موسیقی ایرانی بهره گرفت. او از فعالترین خوانندگان رادیو تهران بود، ولی بعد از انقلاب اسلامی و ممنوعیت تکانی زنان امکان کار از او گرفته شد. مرضیه در سال 1371 ایران را برای همیشه ترک کرد و فعالیت خودش را با اجرای کنسرت های در آمریکا و اروپا ادامه داد. یکی از مشهورترین آثاری که با صدای او اجرا شده میزد شب با موسیقی پرویز یاحقی و شعری از بیژن ترقی است که اولین بار در دهه 1330 خورشیدی از رادیو تهران پخش شد. میزد شب چو زمیکده باز آیم، بار سر کوی تو من به نیاز آیم. من مستم و بی خبرم، دل داده ی راه گذرم، هر نیمه ی شب. پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی از آمستردام هلند با ماست. آقای اکبرزاده، راز محبوبیت خانم مرضیه در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی چه بود؟ بسیار محبوب بود در اون زمان. جدا از استعداد و پشتکار خودشون، در واقع ایشون بسیار خوششانس بودن از این بابت که در دوره‌ای آموزش و فعالیت خودشون رو شروع کردن که یک تعدادی از منحصر به فردترین چهره‌های موسیقی معاصر ایران در اون دوره زندگی می‌کردن. از جنبه آموزشی ایشون از تعلیمات عبدالله دوامی که یکی از متخصصان ردیف آوازی موسیقی ایران بودن بهره‌مند شدن و در زمینه کاری با تعدادی از نوابغ ملودی سازی موسیقی ایران همکاری داشتن، از جمله روح الله خالقی، همایون خرم، پرویز یاحقی یا علی تجویدی، که نتایج این همکاری هم در واقع به خلق ترانه‌هایی انجامید که خیلی هاشون جزو کارهای ماندگار موسیقی ایران شدن، من جمله بوی جوی مولیان روی شعری از رودکی که خالقی ساخته بود و مرضیه به اتفاق بنان دو صدایی اجرا کردن، و یا سنگ خارا که علی تجویدی روی شعری از معینی کرمانشاهی آفریده بود. و علاوه بر اینها ایشون همیشه اون سطح رو در کارشون حفظ کردن، برخلاف خیلی از خوانندگانی که با این کارهای اینچنینی معروف می‌شدن و بعد از یک مدت کوتاهی جذب اجرای کارهای بازاری می‌شدن. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، خیلی موسیقیش لطیفه. در اصل در سالهای اخیرشون نمیشه از ایشون گفت، از اینکه به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومدن، در مجالس اونها حضور داشتن هم بهش اشاره نکرد، ولی بعد از ترک ایران تمرکز کاریشون بر چی بود؟ ببینید، ایشون همونطور که اشاره کردید با توجه به اینکه به عضویت سازمان مجاهدین خلق در اومدن، امکانات بسیار گسترده‌ای در اختیارشون قرار گرفته بود از بابت اجاره ارکستر بزرگ و تالارهای بسیار معتبری در اروپا و آمریکا. بدنه اصلی کنسرت‌های ایشون در خارج از کشور تنظیم دوباره همون کارهای قدیمیشون بود، با این تفاوت که این تنظیم‌های جدید رو عموماً آهنگسازانی مثل محمد شمس یا آندرانیک انجام می‌دادن که نسبت به آهنگسازان اصلی این ترانه‌ها دانش بسیار قوی‌تری داشتن از بابت ارکستراسیون. در نتیجه این کارها در واقع به یک نوعی دوباره متولد شدن و یک نسل تازه‌ای رو جذب خودشون کردن و جذابیت موسیقایی این کارها از نو به مردم و به ویژه نسلی که اصلاً در دهه 30 و 40 خورشیدی به دنیا نیامده بود از نو به اینها معرفی شد. علاوه بر اینها و یک سری کارهای
سازمانی یک سری کارهای مستقل هم برای ایشون اساساً ساخته شد که در اون بین میشه به قطعه مثل جنگل یا همیشه نوروز یا کاوه میهن از محمد شمس اشاره کرد که این کارها هم بارها در کنار اون کارهای قدیمی ایشون در کنسرت ها اجرا میشد. ممنونم از پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی از آمستردام هلند با ما. و برنامه 60 دقیقه رو با یکی از آخرین آثاری که برای خانم مرضیه در خارج از ایران ساخته شد به پایان میبریم. مثل جنگل که آقای اکبرزاده هم اشاره کردن، ساخته محمد شمس با شعری از محمد علی اصفهانی که جوان 1996 در همین شهر لندن اجرا شد. مثل جنگل که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا میکنید در قلب ما جایی ویژه دارید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. bbcpersian.com رو هم میدونید آدرس ماست. ممنونم از همراهی شما با این 60 دقیقه و همینطور 60 دقیقه های قبلی.